امروز 40مین سالگرد اعدام خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیانه. گل سرخی 29 ساله و دانشیان 27 ساله، دو جوان نویسنده و شاعر که خود رو فدای خلق می‌خواندند، در سحرگاه 29 بهمن 52 در میدان تیر چیتگر تهران در برابر جوخه اعدام ایستادند. اتهام سیاسی در ایران نیازمند اسناد و مدارکی نیست. خود من نمونه صادق این گونه متهم سیاسی در ایران هستم. در فروردین ماه چنان که در کیفرخواست آمده، به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر می شوم، تحت شکنجه قرار می گیرم و خون ادرار می کنم. بعد مرا به زندان دیگری منتقل می کنند. آنگاه 7 ماه بعد دوباره تحت بازجویی قرار می گیرم که توطئه کردم. 2 سال پیش حرف زدم و اینک به عنوان توطئه‌گر در این دادگاه محاکمه می شوم. از آن پس این دو در بین مخالفان حکومت وقت به قهرمان مبارزه و اسطوره مقاومت تبدیل میشن و نام گل سرخ چون جنگل و درخت به فهرست واژه‌های ممنوع اون دوران در ادبیات ایران افزوده شد. اما چرا پای این دو به پرونده‌ای کشیده شد که ربط چندانی به آن نداشتند و به اعدام آن دو منجر شد؟ در این ویژه برنامه پرونده گل سرخی رو برای نخستین بار از زبان شاهدان آن روزها و در ادامه با میهمانی در استودیو مرور میکنیم. اما پیش از اون خسرو گل سرخی چه بود؟ سال 48 ما با هم آشنا شدیم. کار خسرو در روزنامه آیندگان کار میکرد، من در مطبوعات با مجله فردوسی کار میکردم. این آشناییمون ادامه پیدا کرد تا سال آخرش 48 با هم ازدواج کردیم. خسرو آدم بسیار احساسی بود، خیلی عاطفی بود، خیلی انسان بود و زیادتر صد لازم به نظر من انسان بود. خسرو یک شاعر بود، یک نویسنده و یک منتقد بود، نه یک چریک و یک فعال سیاسی. من اتفاقا همه امروز داشتم دوتا نقدی که درباره فروغ فرخزاد نوشته بود میخوندم، میدیدم با چه احترامی به زن و به بینش فروغ فرخزاد که شعرهای بیپروایی گفته بود دربارش نوشته. خسرو 26 سالش بود که گرفتنش. شعرهایی که گفته بود از 20 سالگی احتمالا تا 26 سالگی بوده و تازه خسرو گل سرخی داشت رشد میکرد. اگر میبود به نظر من هم منتقد درجه یکی میشد و هم شاعر خیلی خوبی، چون بینش اجتماعی داشت. آخرین بار که هم دیگه رو دیدیم و من یک بار دیگه هم در زندان اوین دیدمش، یعنی قبل از دادگاهاش بود که من در سلولی بودم، اومدن بردنم که گفتن میخواییم یه ملاقات با خسرو گل سرخی بدیم. اون موقع هنوز دادگاهاش شروع نشده. شکنجه که دیگه وقتی اصلا آوردنش تو اتاق، دوتا سرباز زیر بغلشو گرفته بودن که آوردن نشوندنش روی صندلی. یک مقدار کوتاهی بودیم، البته بید زیادی با جو بودن اونجا و اونجا من فهمیدم که خسرو دادگاه علنی خواهد داشت و در این دادگاه میخواد دفاع کنه، چون همونجا به اونا گفتش که وقتی بهش میگفتن بیا حرفتو بزن، همه حرفشون رو زدن به جز تو. اونجا گفت من دادگاهتون رو به آتیش میکشم، شما میخواین منو با کیا دادگاهی کنین؟ من اصلا اینا رو نمیشناسم نصفشو. به من گفت برو وقتی آزاد شدی از پسرمون مواظبت کن. و عشق تو چشش بود وقتی اسم فرزندش رو به زبون میبود. همین به نظر من میرسونه که اون با تمام عشق و شوری که به فرزندش داشت، به زندگی داشت و
اما اونجایی که میخواستن بشکننش، اونجایی که میخواستن ازش سوء استفاده کنند، استاد و از مردمش دفاع کرد بدون اینکه فکر زندگی خصوصی و عشق و عاطفه شخصیشو بکنه. من فکر میکنم که همون میخواستن بشکوننش دیگه، یعنی منم بردن که بگن بش، یعنی بش گفتن اینو، گفتن کاری نکن که فرزندت بی پدر بشه و زنت بیوه بشه، مثلا همین کلمه رو بهش گفتن. ولی اون گفت من واقعیت رو میگم، من با خودکار بیک نمیتونستم کسی رو ترور کنم، شما از من چه اسلحه‌ای رو گرفتید. و واقعیت این بود که نمایشی بود که درست کرد ساواک و به نظر من خودشونم توی این نمایش باختن. دانشیان و خسرو واقعا دفاع جانانه ای کردن. از توسط مادرش بر من پیغام داده بود که بگید که من زودتر از توپی آزاد میشم، میرم از فرزند مواظبت میکنم تا تو بیای. بعد در شهریور ماه، یعنی یک ماه بعدش فکر میکنم، یه درو گرفتن از همین گروهی که میخواستن کارهای انجام بدن، یا جدی بوده یا شوخی. بعد یکی از این افراد، یک خانومی که همکار خسرو گلسرخی در روزنامه کیهان بوده، یک تکنویسی هایی برای خسرو میکنه و در واقع به اعتراف های اون خسرو گلسرخی رو از زندان قصر میبرن در اوین و میبندن به این گروه به این دلیل. من فکر میکنم ایستاد به خاطر اینکه به اون رژیم و به ساواکش ثابت بکنه که هر کسی رو نمیتونین شما از پا در بیارین. من فیلم های مختلفی ازش هست که ازش میان میخوان مامورای اونج بعد از دادگاه میگن که تو بیا فرجام بخواه، میگه که من نمیخوام فرجام، من مرگ رو ترجیح میدم تا عفو خواستن از شما رو. خسرو با فکر و با بینش به نظر من این حرکت رو کرد و نتیجهش هم داریم میبینیم که الان بعد از 40 سال هنوز خسرو در قلب مردمه، میدونین. اما اصل ماجرا، گروهی روزنامه نگار و فیلمساز و نویسنده به فکر میافتند در مراسم فستیوال فیلم های کودکان و نوجوانان که در حضور شهبانو فرهبم ولیعهد برگزار میشه، یک یا هر دوی اونها رو به گروگان بگیرند و در برابر آزادیشون خواستار آزادی عده ای از زندانیان سیاسی بشن. فکر و ایده از مخیله عباس سماکار و رضا علامه‌زاده، دو کارمند رادیو و تلویزیون گذشته، اما سماکار اون رو با تیفور بطایی هم دورش در مدرسه عالی سینما و کارمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در میان میگذاره. واقعی است که خود من مثلا خسرو گلسرخی رو اصلا در عمرم ندیده بودم. من در ماشین قضابری که از اوین ما رو میبرد به قزلقلعه، من برای اولین بار خسرو رو در اونجا دیدم. وقتی در زندان بودم بعد از بیش از یک ماه که در زیر بازجویی بودم، یا مثلا کرامت دانشجویان که دوست صمیمی من بود در دوره دانشجویی در مدرسه تلویزیون سینما، من چند سال بود اصلا کرامت رو ندیده بودم. بنابراین تمام این پرونده به شکلی ساخته و پرداخته خود ساواک بود که از یک سری حرفایی که من مثلا با عباس سماکار در مورد فستیوال کودکان و جوانان زده بودم، یا دو سال قبل از اون اینجوری که از پرونده در آمد، بعدا مثلا خسرو گلسرخی با افراد دوربر خودش که اصلا هیچ تماس با اون نداشته، آشنا با اون نداشته، دو سال پیش اونم یه حرفایی تو این زمینه ها زده بوده که مثلا ترور شاه این امکان وجود داره که در موقعی که به اسکی در سوئیس میره مثلا ترور بشه، در حالی که نه
کسی از این گروه هیچ وقت در خارج رفته بوده، نه هیچ وقت سوسی دیده بوده، نه هیچ کس هیچ کدوم از اینا تلاش برای کار کرده بودن. با این حال برای عملی شدن این فکر و ایده نیروی عملیاتی و سلاح لازمه. برای تأمین سلاح تیفور بطهایی از کرامت دانشیان که او نیست در مدرسه سینما درس میخونده کمک میخواد. دانشیان به دوستش امیر حسین فتانت که به گمان او جزو چریکای فدایی خلقه متوسل میشه. فتانت 23 ساله دوست مورد اعتماد و هم بندی سابق دانشیان بوده که قبلا به اتهام هواپیما ربایی 2 سال در زندان گذرونده. اما فتانت که قرار بود اتومبیل حامل سلاح رو به ایرج جمشیدی تحویل بده سر قرار حاضر نمیشه. این بخش ماجرا رو از خود امیر حسین فتانت بعد از بیش از 40 سال بشنویم. 40 سال هست که در مورد این قضیه صحبت نکردم، اما هیچ وقت نقش خودم رو در این ماجرا انکار نکردم، بلکه هیچ وقت نقش خودم رو هم نگفتم. 3 نفر در اصل این قضیه رو میدونستن، واقعیت این ماجرا رو. یکی هرمز آیرملو بازجو دادرس بود که مرده، یکی پرویز ثابتی هست که زنده است و من منتظر بودم که شاید به این مسائل نظری دوباره بیاندازه و صحبت بکنه که متاسفانه پرویز ثابتی این کار رو نکرد. بعضی پی تاریخی میگفته گردن من چند تا سوال اول مطرح میکنم. چرا هیچ کس نمیشینه فکر کنه چه آقا چرا این داستان رو علنی کردن؟ چرا پرونده دانشان و گل سرخی علنی شد؟ ببینید من زندان بودم با گروه در حاشیه گروه فلسطین، وقتی قرار دادگاه گروه فلسطین برگزار بشه آقا چند تا بریده در یک روزنامه‌ای زدن. دفاعیات پاک نژاد وقتی قرار شد از زندان بری بیرون با چه مصیبتی رفت بیرون، چطور 2 سال بعدش میان از یک برنامه تلویزیون سراسری که در دورترین نقطه های ایران این برنامه رو میبینن 1-2 نفر رو نشون میدن با بسیار آدم های خوب قبل از هر چیز مجلسیم 2 نفر شاعر مسلک بیگناه رو نشون میدن یک طرف قضیه یه عده نظامی و بعدم این 2 نفر رو اعدام میکنن. ببینین آقای جهان مردی، ما اعدام سیاسی رو در ایران از زمان اعدام خسرو روزبه سال 1337 خسرو روزبه رو اعدام میکنن، ما اعدام نداریم تا اعدام 2 تا شاعر مثل گل سرخی و کرامت دانشیان. چرا کسی فکر نمیکنه چرا اینا رو اعدام کردن؟ متن دفاعیات گل سرخی رو نگاه بکنید، این مرد عزیز 24 دقیقه حرف زده به همچنین کرامت دانشیان. چرا اینا در میارن فقط 3 دقیقه که آتشین ترین و پرشورترین و انقلابی ترین بخش های این دفاعیات هست از تلویزیون پخش شه؟ زمانی که در کاخ مرمر به شاه تیراندازی شد هیچ کس رو اعدام نکردن. در بر پرونده ای که جز حرف خشک و خالی چیزی پشت سر این نبود، چرا 2 نفر رو اعدام میکنن؟ 2 نفر که هیچ ربطی اصلا به هم دیگه نداشتن.